معاون شورای عالی مصالحه ملی هشدار می‌دهد که اگر از فرصت پیش آمده در روند صلح استفاده درست نشود، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. برای افغانستان کمرشکن خواهد بود اگر ما از فرصت صلح نتانیم یک استفاده حد اکثری رو بکنیم، بر مردم افغانستان بخصوص، ولی یقینا بر طالبان هم پیامدهای سنگین خواهد داشت. اکثریت قربانی ها به خاطر بادرنزداش منافع شخصی بازی ها در گذشته بودن که مملکت بایجا رسندن. امروز بعد از گذشته درس بگیریم، نگذاریم هیچ کس که منافع ملی قربانی منافع شخصی بکنه. در همین حال اتحادیه اروپا تاکید دارد که همزمان با آغاز مذاکرات به گونه رسمی، هیچ چیزی نباید مانع پذیرفتن و عملی ساختن آتش بس سراسری در افغانستان شود. اتحادیه اروپا طرفها را ترغیب می کند که آغاز مذاکرات صلح را با یک آتش بس بیدرنگ، فراگیر، سراسری و بی قید و شرط همراه بسازد. با آغاز فصل تازه تنها کاهش خشونت ها بسنده نیست. اکنون که تمامی پیش شرط ها برآورده شده اند، هیچ چیزی نباید مانع پذیرفتن و عملی ساختن آتش بس از سوی دو طرف شود. کابل نیز امیدوار است تا مذاکرات میان افغانان در قطر نتیجه بدهند. ما به صلح متحد هستیم چون ملت ما صلح میخواهد. ثبات افغانستان تنها به نفع ما نه بلکه به نفع منطقه و دنیا است. هرچند همزمان با آغاز نخستین دور مذاکرات میان افغانان بسیاری از بخش‌های کشور گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بودند، اما شهروندان کشور انتظار دارند تا این دور مذاکرات افغانستان را به یک صلح همیشگی نزدیک سازد. خالد نیکزاد، تلونیوس، کابل.